التحقارات یاس من هست کیودیپ. بچه قبل اینکه ویدیو رو شروع کنیم میخوام یه تسلیت بگم بابت سیستان، بلوچستان و کردستان، اتفاقایی که داره میفته. هیچ وقت یادمون نمیره این چیزا رو. اول ویدیو گفتم اینو بگم که حواسمون باشه یه وقت پرت نشیم از موضوع بیرون. ایران بالاخره تونست یه تیم رو شکست بده. الان میتونیم بگیم ایران، سوریه، حزب الله، لبنان و سایر چپ‌های داخلی و خارجی 2-0. بعد از برد ایران یه چند تا سوژه میخواییم ببینیم که چه اتفاقایی افتاد. یه سمی که من دیدم این پوستره بود که روزبه داره چیه؟ یوز پلنگر رو انگار حقه میندازه. تو نگاه اول من اینجوری دیدم، نمیدونم ذهن من منحرفه یا شما هم اینجوری دیدیم. انگار مثلا روزبه دستشو گرفته میگه عمو جون بیا بریم یه چیزی بخوام بهت نشون بدم. این سوژه هم خیلی برای من بچه پشم ریزون بود از یکی از بازیکنای ویلز. حمایت کاپیتان ویلز از پیام رسان ایرانی بله رو داره حمایت میکنه که بریم نصبش کنیم. چه اتفاق کبچوری بریم مزه نریم. به نظرم تیتر فردا روزنامه کیهانه، حمایت گرت بیل از پیام رسان داخلی. یه هوادار ایرانی تو قطعه تو راه روی مترو داره ای ایران رو پخش. اون سیاپوسته فهم. خب حالا که چه الان چه اتفاقی افتاد؟ این اومده تو مترو دوحه پخش کرده، حداقل میرفته تو ورزشگاه پخش میکرده این موزیکو. من فکر میکنم ایران بازی بعد هم میبره آمریکا رو، البته اگه دیک نشن. مینا توییت زده گفته اینجا جو وحشتناکه، ما رو گرفتن مجبور کردن تیشرتای زن زندگی آزادی رو در بیاریم. حدود 15 تا مرد دور من رو گرفتن و گفتن لباست رو بزن بالا. من نشستم رو زمین و گفتم قانون بیارید. گفت اینجا قطره، قانون نمیخواد. دستور اومده برای این بازی هیچ چیزی که نوشته باشه زن نمیشه بره تو. فقط برای این بازی ایران و ولز هر چیزی که نوشته شده بوده روی تیشرتشون زن زندگی آزادی یا همچین چیزایی باید در میآوردن اون تیشرتو. حالا تو بازی آمریکا قراره چه اتفاقی بیفته رو اونو نمیدونم. وای آقا این مستر تیستر دیوسو نگاه کنید، این آرومزاده باید همه جا باشه. نمیفهمم واقعا، تو این جام جهانی هم بود دقیق چقدر تو مفخوری. آخه نگاه کنی خودش شیکمه رو نگاه کنی، شیکمه از میله داره عبور میکنه. خیلی هرس داره این دریوز. تو جام جهانی قبلی هم بود عشق میریخت یادتونه. جمع کردن پرچمهای زن زندگی آزادی توسط این سیاپوس آلت کنده. اونجوری هم که توییت زده بود اون میناه خیلی جو داده بوده، گفته او حدود 15 تا مرد دور من رو گرفته. الان این 15 تا مرده، این سیاپوسه فقط داره اینجوری میکنه. شادی و بوق زدن سرکوبگرها پس از پیروزی تیم ملی. اومده بودم فقط بوق بزنن و بره. Stadion wie ein Ordner dort einem iranischen Fan, ich glaube ein Plakat wegnimmt oder genau die T-Shirts werden da weggeworfen. Frauen leben Freiheit stand. اون تیشرت بوملفیدیمون گرفت پر کردم و عجب قطریان گشتری شد دارن. بعد قهرمانی جام این عکس، بعد یه گل انقدر خوشحالی کردن. این مربوط به همون فوتبال ساحلیه که قهرمان شدن، ولی یکی از این بازیکنهای فوتبال ساحلی ایران نگاه کنید همچنان ناراحت بابت اتفاقات اخیر. حمایت سردار آزمون از مردم. ما رو با این بازی به یاد خواهید آورد. سارای دیگه داشت خفش میکرد. از مثلا این حمایت بود همچین چیزی رو نوشته. شادی داره میکنه. یه جورای تیکه بود دیگه، تیکه انداختن به سردار آزمون انگار. هم یه عکس جالب دیگه است، یکی از بازیکنه ایرانی پریده رو دوش گرت بیل و یه جورای تحقیر شده دیگه انگار گرت بیل. واکنش امیر قطر به برد تیم منتخب ایران این چیه؟ دست میزنه؟ همین
خوبه بود. همین که دست میزنم بود. بالاخره با همین دست زدنش یه چیزی میرسه بهش دیگه. نفتی، گازی، طلایی، چیزی از ایران خارج میشه، میرسه به همین امیر قطر. واکنش هواداره ولز به گل دقیقه 98 توی منتخب ایران. ای بابا ناراحتی هاشونم ناراحتیه لامصبا. حالا ایرانی ها بودن میزدن تو سر خودشو، اون نوشابه ها رو پرت میکردن زمین. با کلاس بود واکنششون با اینکه گل خوردن. یه چند تا از صحنه های سانسور شده ببینیم. یکیش اینه، یکی اینه، این همین تصویر جدید از بیکار رو براشون خیلی سخت. علیرضا دماغ، علی بیرو یا علیرضا بیرانوند بعد از مصدومیت دقایق. این بتمن شده چی بود؟ یه فیلمی هم دارن ازش میسازن، امیدوارم اون فیلمه به فاک بره و هیچ وقت فروش نره. آقا واکنش بوفون هم خیلی خوب بود. ببینید این پستو گذاشته، نوشته این پیروزی قدرت میده به مردمتون برای جنگیدن برای آزادی در کشورتون. این برد نشونه امید و قدرته. شما برای خیلی ها از جمله من قهرمان هستی. دم جی بوفون گرم. جی بوفون خیلی حمایت کرده از مردم ایران. تو یکی از این ویدیوهای اخیرمون هم دیدیم حمایتشو. واقعا حس میکنم جی جی بوفون ایرانیه. عبدالله گنجی توییت زده اگه اون توپها با چارچوب برخورد نمیکرد و گل اول آپساید نبود، تلافی پدر را از پسر در آورده بود. کاش حداقل یه بار وقت میذاشتی اسم آفساید رو یاد میگرفتی. تیم های آسیایی یه همچین میمی رو درست کردن. ایران، عربستان، ژاپن. حالت اسکوید گیمیه، معلوم نیست میرن بالا یا نه. ولی آقا اینم بگم خیلی از همه مردمی که زخم خوردن و این مدت این بچه تیم ملی فوش دادن، ته قلبشون از برد این بچه های تیم ملی خوشحالن. کاش این بچه های تیم ملی هم یه کمی به خاطر این مردم ناراحت می شدن. یکم آقا اینو ببینیم، این سوژه خیلی سمیه. دوربین اومد رو صورته، فیوز از زیر گریه. یه بار دیگه ببینیم خودتو. مایوس گریهش تمام نشده، پول به حسابش واریز شد. وقتی به زنگ میگی میرم ماموریت کاری، ولی میبینی تلویزیون داره نشونت میده. اچه اینم ببینیم، اینم جالبه. ایرانی ها بعد بازی ژاپنی شدن. ژاپنی ها توی بازی اخیرشون هایش نمیده باشیم، همین تماشاگرهاشون هرچی آشغال گفته بودن و تو سکوها جمع کردن. حالا ایرانی هم دارن همون کار رو انجام میدن، نشون میدن که ما هم فرهنگشو داریم این کار رو انجام بدیم. کاش بیشتر بودن همچین ایرانیایی. واقعا سطح این ژاپنیا بالاست. بخوام نشون بدم یه چیزی که تو تیک تاک و این ور اون ور پخش شده از قطریا که پشماشون ریخته بابت این کاری که ژاپنی انجام دادن، این ویدیوه. ببینید في نهاية المباراة الافتتاحية بكأس العالم بين قطر والإكوادور صار هالشيء الغريب. الجمهور الياباني قرر ينظف الملعب حتى مو مباراتهم. Let me help you guys. Thank you. ولما سألتهم عن السبب اللي يخليهم يصفون شيء هم ما لهم علاقة فيه، كان الجواب We never leave. Japanese never leave rubbish behind us. We respect the place. Not for the cameras. Yeah, not for cameras. Not for cameras. واو هاي توقعت واحد اثنين بس طلع ليك نهاية الملعب قاعد ينظفون متوزعين كل مكان. هاي شيء سمعت عنه بس ما توقعت انه هو واقعي بهالطريقة. واو وقت ذي كله قالوا الإعلام من الأرض حطوهم أغلبهم على الكراسي وخذوهم بكل احترام. Respect. Respect. امیدوارم روزی برسه که همه ایرانی هم همچین فرهنگی واسه شون جا بیفته. این یکی عکس هم ببینید، خبرگزاری فارس این تصویر رو بچه گذاشته، نوشته شادی مردم پس از برد تیم ملی. عقلانیه واقعا شادی مردم. مردم کسی هن که امروز توی زاهدان و خاش به رگبار بسته شدن.
اینم پست رامین رضاییانه که سری پاک شده، نوشته جایی که واقعا نمیدونستم بخندم یا اشک بریزم. مردم ایرانو از ته قلبم دوست دارم، شما سزاوار بهترین هست. این الان تو پیجش نیست ولی از چهره چجوری معلومه که هم ناراحت هم خوشحال. بیشتر ایرانی ها همچین شرایطی رو داشتن، نمیدونستن بخندن یا گریه کنن. این توییت سینا ولی اللهه. من توهین های همه دوستان رو میپذیرم ولی تلاش تیم ملی رو تقدیر میکنم. شما برای مردم بازی کردین نه حکم. هشتگ مهسا امینی هم زده. این سینا ولی الله کلا واسه من تیکون نره، هیچ وقت تیکون هم نرفته. جوری که اینا رنگ عوض میکنن، آفتاب پرست آفریقایی رنگ عوض نمیکنه. بچه سم آخری که با هم میخوایم ببینیم، اینو میخوام با کریستیانو رونالدو تموم کنم. کریستیانو رونالدو یه همچین حرکتی رو زده، ببینین خیلی عجیبه. ببینین دست میکنه تو دکش، یه چیزی در میاره میخوره. صحنه بسیار عجیبی بود. وقتی میگن طرف نونه گیرشو میخوره منظور اینه ها. من عاشق کریستیانو رونالدو هم ولی این صحنه رو که میبینم اصلا نمیدونم چی بگم. دوست دارم ببینم چه جوری این اتفاق افتاده. هنوز ملت الان سردرگمن. چی گذاشت تو دهنش؟ بچه مرسی که این ویدیو رو تا اینجا تماشا کردین. این بود از سوژه های بازی ایران و ولز. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید. اگه دوست داشتید سابسکرایب و زنگوله فراموش نکنید. اینستاگرام منم دوست داشتید فالو کنید. تا ویدیوی بعدی میبینمتون.